شبکه جهانی ویند. آموزش در اولویت. عرض سلام خدمت شما بینندگان و دانشجویان گرامی شبکه جهانی وین با یکی دیگر از برنامه‌های مفاخر موسیقی سنتی و نوین ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. همونگونه که اطلاع دارید این برنامه قبلا از شبکه جهانی وین تقدیم حضور شما عزیزان می‌شد. بنابر درخواست شما عزیزان و ما درخواست‌های بسیار زیادی که از شما عزیزان داشتیم تصمیم گرفتیم که سری جدید این برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امیدواریم که با این برنامه بتونیم هرچی بیشتر مفاخر موسیقی سنتی و نوین ایران را به شما عزیزان بشناسیم. با این امید از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه همراه من باشید. شهرام ناظری خواننده و استاد موسیقی ایرانی در سال 1328 در کرمانشاه کوچه یخچال و در خانواده ادیب و فرهنگ دوست و اهل موسیقی متولد شد. وی از زمان کودکی مانند اکثر خوانندگان که صدای خوش در خانوادهشان موروثی بوده، صدای خوش خود را از پدر و مادر خود به ارث می برد و پدرش که صدای لطیفی داشت و از سبک قدما و خوانندگان آن دیار به خصوص شادروان شیخ داوودی خواننده بزرگ بهره گرفته بود، فرزندش را تحت تعلیم قرار می‌دهد. ناگفته نماند که قطب این خانواده مرحوم استاد حاجی خان ناظری بوده که اکثر موسیقی دانان کرمانشاه را با نوت و موسیقی اصیل ایران تعلیم داده و خود از شاگردان درویش خان و کلونل علی نقی وزیری بوده است. کان چهره مشعشع تابانم آرزو زاده
رنجان مرا برو، آن گفتنت آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزو، آن دفع گفتنت که برو شه به خانه و ناز و باز و تندی دربانم آرزو. پدر شهرام ناظری ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آواز ایرانی با ستار هم آشنایی داشته است و مادر وی هم صوتی خوش و با آواز آشنایی داشته و شهرام در چنین محیطی پرورش می‌یابد. این محیط مناسب هنری موجب می شود تا وی در سن 9 سالگی اولین برنامه هنری خود را در رادیوی کرمانشاه همراه با تار مرحوم درویشی از نوازندگان معروف کرمانشاه اجرا نمود. وی سپس در سن 11 سالگی در رادیو تلویزیون ایران چند برنامه در آواز ایرانی اجرا نمود و برای پربارتر کردن درک موسیقی خود ارتباط بیشتری با پسر عمویش علی ناظری و درویش نعمت علی خان خراباتی که تأثیر بزرگ و مهمی بر آشنایی او با موسیقی محلی و کردی و درک آن داشتند برقرار کرد. دیو داد ملوم لمو